و آخرین خبر این که بر اساس تازه ترین گزارش ها مقامات عربستان سعودی برای گسسته کردن جامعه منسجم شیعه به بهانه های پروژه های صنعتی مناطق شیعه نشین را از بین میبرد. گفته شده ماهیت پروژه توسعه میدان نفتی قطیف مبتنی بر تصمیم عربستان سعودی برای آوارگی مردم قطیف و در نتیجه پراکندگی و تکه تکه شدن بافت اجتماعی منطقه و تلاش برای توزیع مردم این منطقه در شبه جزیره عربستان است. در این زمینه کارشناسان با یادآور شدن تخریب منطقه المسوره و اجبار اهالی آنجا به سکونت در مناطق سنی نشین مانند الخبر، جبیل، دمام، ریاض و جده خاطر نشان می کنند که هدف مقامات عربستان از این تحولات این است که جامعه منسجم شیعه را گسسته نموده و رابطه نسل حاضر را با نسل‌های گذشته و آینده قطع کنند. این در حالی است که عربستان سعودی در آوریل 2022 میلادی استان قطیف را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرد. ضلع غربی را استان بیضان نامید و ضلع شرقی آن را به نام قطیف حفظ کرده است. دکتر محمد عیسی خاقانی کارشناس مسائل سیاسی از شهر مقدس کربلا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام قربان، وقت شما بخیر. آیا واقعا ممنونم. آیا واقعا مقامات عربستان سعودی به بهانه های تطبیق پروژه های صنعتی به دنبال پراکنده کردن و حذف مناطق شیعه نشین هستند؟ بله، این امر یه قضیه تاریخیه، خیلی هم قدیم هست. عربستان سعودی و بحرین برای هم پاشی بافت شیعه در بحرین قدیم که نقشه‌اش از اول قطر تا بحرین و تا منطقه شرقی عربستان ممتد میشه، میخوان این بافت را از هم جدا کنن. در بحرین شروع کردن به تعویض جنسیت مردم و یک مردم جدیدی آوردن از سوریه و اردن و یمن و پاکستان و به جای شیعیان جا گذاشتن، در حالی که شیعیان را به دو قسم تقسیم کردن و گفتن که این قسم اصولشون ایرانیه و باید اخراج بشن و این قسم دوم که بحرینی هستن اغلبشون در زندانها الان زندگی میکنن. عربستان سعودی که خود پروژه این برنامه را چیده بود این کار را ادامه داد. اینا فکر میکنن که فکر را میشود مثلا با تقسیم حدود عوض کرد. فکر تشیع در این باره هیچ وقت ضربه ندیده. مناطق سنی مثل جبیل و دیگر مناطق نزدیک به منطقه شرقی عربستان در آینده مناطق شیعه خواهد شد، چون فکر شیعه همیشه فکری است که دیگران را جذب می کند. از این نظر خود ممالک عربی یک مشکل مهمی دارند که شیعه یک مذهب تبشیری است و هر جا رفت توانست پایی برای خود بگذارد. از این نظر این کارها هیچ وقت به هدف صحیح خود نخواهد رسید. بله جناب آقای دکتر، اهمیت منسجم بودن منطقه قطیف چگونه است و چرا مقامات عربستان از یک پارچگی مناطق هراس دارند؟ بعد از احداث سال 2011 میلادی که شیعیان منطقه شرقی عربستان کنونی بر ضد حکومت قیام کردند و کشت و کشتاری شد، عربستان به این فکر اومد که این اوصار را قطع کنه تا با همدیگر متصل نباشد. قضیه سیاسی است، هیچ تعلقی به قضیه دینی نیست. اینا از مذهب شیعه میترسن و مذهب شیعه را یک مذهب خطرناک میبینن. از این نظر به فکر خودشون با تقطیع اوصال قسمت‌های تشیع میتونن مثلا به هدف سیاسی خود برسن، در حالی که ایرانی های حاکم بر بحرین که حکومت آل خلیفه می باشند
که مستندهای اخیر عثمانی و کتاب حاکم شارقه ثابت کرد که آنها از بندر دیلم و از بندر لنگه ایران به بحرین مهاجرت کردند، قانون عربیت خود به عنوان اینکه خود آنها عربند، در حالی که آنها از همانطوری که مستندهای عثمانی و شیخ سلطان القاسمی در کتابش درباره العتوب نوشته، آنها از ایران آمده و به عنوان سنی ایرانی میخواهند شیعه عرب بحرین را حذف کنند. در مقابل عربهای عربستان همدل ایرانی های سنی بحرین شدند تا در این وسط شیعه را سه قسم کنند، ولی این هدف هیچ وقت هدفمند نخواهد شد و به نتیجه نخواهد رسید، چون تشیع همیشه جایگزین خطاست. هر جا خطا در مذهب پیدا شد، تشیع ظاهر میشه و جایگزین اون میشه، و این عملی که الان اونها میکنن به هدف خود نخواهد رسید. ممنونم از شما دکتر محمدعیسی خاقانی از شهر مقدس کربلا با ما همراه بودند.